300 خورده هزار دیگه فرصت این که ما مثلا حالا در انتخاب در اون چیزا من شرکت کردم، در راهپیمایی هم شرکت کردم، صادقانه اینجا دارم میگم کار بدی کردم شرکت کردم، اما قصدم واقعا متفاوت بود با کمای کسانی که شرکت کرده بودن اونجا. جناب آقای کروبی به من گفتن که ما با این رأی که داریم که نمیتونیم بیام افراد رو دعوت کنیم برای شرکت در انتخابات. آقای مهندس موسوی از ما خواستن و دعوت کردن که بیاید شرکت کنیم، ما تنها جاییه که میتونیم بریم اونجا، لااقل ما هم یک مثلا دیدگاه اعتراضیمون رو بتونیم مطرح کنیم، ولی متفاوت بود. اما در این حال هم نمیخوام بگم که معنای این اینه که من کار خوبی کردم رفتم اونجا. من هم عذرخواهی میکنم از این رفتن به یک مرکز یک تظاهرات غیر قانونی، اما به این دلیل بود. حالا آقای موسوی به آقای کروبی همون روز دوشنبه که تظاهرات بود پیغام داده بودن که من چیزی برای از دست دادن ندارم آقای کروبی که از دست بدم، وایسادم تا آخرم وایسادم و روی این قضیه هم حسابی تأکید کرده بودم. من اینجا باز هم امیدوارم صدای من به گوش آقای مهندس موسوی برسه و احساس نکنم که من غرض شخصی خدای نکرده دارم، اما اگرچه ایشان چیزی برای از دست دادن نداشتند، اما وقتی در یک جایگاهی قرار گرفته بودند که 19 میلیون رأی رو 13 میلیون رأی رو به خودشون اختصاص داده بودن و این 13 میلیون رأی آقای مهندس موسوی بود، وقتی که آقای مهندس موسوی این اتفاقات رو انجام دادن یا این نوع پیگیری آشوب‌های بعدی رو انجام دادن، ما ایران، اسلام، انقلاب خیلی چیز از دست داد. ممکنه ایشان چیزی برای از دست دادن نداشته باشن، اما ما افتخار 40 میلیون رأی رو از دست دادیم که در دنیا مخدوشش کردیم به دست خودمون. ما قدرت کشور بسیار بزرگی رو به دست خودمون مخدوش کردیم که میتوانست بعد از این انتخابات بسیار کشور بزرگی باشه. ما میتوانستیم بهترین محل جذب سرمایه گذاری خارجی باشیم که بیشترین اطمینان جامعه جهانی بهش جلب بشه. میتونستیم در اعماق دل مردم نفوذ کنیم. آقای مهندس موسوی از بزرگترین شعارهاشون همیشه این بود که من طرفدار مردم مسلمان در جاهای مختلف هستم. خب مردم مسلمان دل بسته بودن به این 40 میلیون رأی. این مردم مسلمانی که دل بسته بودن به این 40 میلیون رأی با این آشوب‌هایی که اتفاق افتاد، این آشوب‌ها همه اون دلبستگی‌ها رو از بین برد. نکته بعدیش توهم باز در حقیقت بعدی دیگه که به همین موضوع برمیگرده اینه که آقای مهندس موسوی توهم اینو داشتن که یکی از کسانی هستن که طرفداران جدی خط امام هستن. حتی گاهی اوقات یه جورایی با الفاظی مطرح میکردن که این طرفداری اونقدر جدیه که شاید از مثلا طرفداری مقام معظم رهبری هم بیشتره. ایشان همیشه همراه امام بودن، شخصیت فردیشون شخصیت فردی خوبی بوده، زندگی شخصی خوبی داشتن، هی روی نظام تأکید میکردن، روی امام تأکید میکردن. و من حالا اون رو قبلا گفتم، اینجا اشاره میکنم، هیچ کسی نمیتواند در این کشور روی نظام و روی امام تأکید بکنه و بعد کوچکترین کاری رو انجام بده که این نظام به صورت کلی دچار آسیب بشه. وقتی که دعوت به یک آشوب‌های ناشناخته و بی‌دلیل، یعنی آشوب 11 میلیونی، اصلا من فرضم اینه که این 11 میلیون رو رهبر معظم انقلاب میپذیرفتن، میگفتن میخوایم بیان بررسی بکنیم مجدد. خب باز تازه یک آشوب بسیار بزرگتری نسبت به اون جمعیتی بودن که رأی دیگه ای داده بودن. یعنی در حقیقت کشور دچار آشوب میشد اگر این اتفاقات شکل نمیگرفت. هیچ کسی نمیتواند ادعای حمایت از نظام بکنه، از ادعای حمایت از امام بکنه، وقتی که امام حفظ نظام رو واجبتر از نماز و روزه و حج و اوجب واجبات میدونه. طبیعیه که اون حفظ نظام از همه اینها مهمتره و اون توهمه اگر کسی چنین اتفاقی رو داشته باشه. من در این قسمت آخر صحبتم این رو عرض میخوام بکنم که اگر رهبری انقلاب نبود، واقعا با این نخبگانی که تجربه بدی در این انتخابات دادند، مصالح کشور رو خوب درک نکردن و رهبری حتی اگر یک گام به عقب نشستن، که من امیدوارم اگه یه فرصت هایی بشه بعدها بتونم اینا رو توضیح بدم که اگر یک گام به عقب میشستن یعنی چی، حتی اگر یک گام به عقب میشستن، امروز ما منطقه هلال ناامنی ایران، افغانستان، عراق داشتیم تو منطقه بود. این هلال ناامنی هلالیه که کمتر بهش توجه میشه و اگر ناامنی در هر کشوری به وجود بیاد، طبیعیه که در اون کشور هیچ چیز نمیمونه، هیچ تاریخی نمیمونه، هیچ
دستاوردی از هیچ انقلابی نمیمونه. و اگر جایی غیر از ایران بود دوستان، اگر جایی غیر از ایران بود، با قدرتی کمتر بود، با رهبری ضعیفتر بود، با امکانات نظامی و قضایی کمتر بود، همه چیز آماده شده بود برای اینکه این منطقه، این ناامنی شکل بگیره و این هلال در حقیقت ناامنی ایران، افغانستان و عراق در ایران هم بتونه مکمل باشه. ملت ایران به اعتقاد من باید از تیز قبل از هر چیزی از تیزهوشی رهبر انقلاب اسلامی، سربازان با نام و بینام انقلاب اسلامی که این کار رو انجام دادن و ایران رو از این شرایط بحرانی نجات دادن تشکر بکنه. من اینجا این رو شاید خب اولین باره که حالا جلوی جمع به این مفصل خبرنگاری با خواست خودم و با اراده خودم علاقمند بودم که این توضیحات رو بدم. این رو میخوام بگم که دوستان من و همه کسانی که ممکنه بشنوید این حرف رو، شجاعت رو معمولا ما نیمی ازش رو تعریف کردیم. نیمی از شجاعت اینه که انسان در برابر یه قدرت حاکمی که قدرت داره بره بیست اپوزیسیون باشه، حرف بزنه، دیدگاهاشو مطرح کنه. خب اینو میگه آدم شجاع، آدمی که دیدگاهاشو مطرح کرده و گفته. اما یک شجاعت بزرگتری وجود داره که من امروز از اون بخش شجاعت دارم استفاده میکنم و اون اینه که اگر انسان به یک دیدگاهی برسه که اون دیدگاه دیدگاه واقعی باشه و احساس کنه که به نفع جامعهش هست و احساس کنه که جامعه میتونه از اون دیدگاه سود ببره و همه جامعه میتونه در اون دیدگاه منفعت ببره، اون دیدگاه رو بتونه شجاعانه بیاد مطرح بکنه و شجاعانه روی اون دیدگاه مطرح وایسه، اون شجاعت از اون شجاعت ایستادن در مقابل اپوزیسیون به اعتقاد اپوزیسیونی که در مقابل حکومت میسته مهمتره. و من این رو از این شجاعت در حقیقت خودم احساس کردم که این شجاعتی بوده است که باید من، مهمم نیست برام نتیجه چی باشه، مهم نیست که میخواد آزاد بشم، میخوام بمونم، زندانم چی میشه، دادگاهم چیه، هنوز پروندم نیومده اینجا، میاد اینجا، واقعا به اینا فکر نکردم. این رو از قبل تو ذهنم بود. همه این نگاه هم سوی زندان برام شکل وجود نیومد، البته تو زندان شکل گرفت، اما از قبل از زندان هم این نگاه تلنگرش توی ذهن من خورده بود و من با این شجاعت در اینجا احساس کردم که باید بیام دیدگاهمو مطرح بکنم و بگم به همه دوستان که دوستانی که شنیدن صدای جبهه ما رو، تقلب یک حرف دروغ بود در ایران، تقلب یک حرفی بود که راهپیمایی‌های بی هدف زنجیره‌ای پشتش اتفاق افتاد تا آشوب‌های مختلف در ایران شکل بگیره و ایران مثل افغانستان و عراق بشه. این تقلب دروغ رو من به عنوان یک انسانی که در جریان سیاست در طول این 23 سال گذشته بوده است دارم به همه کسانی که صدای برمی شنوم بگم که این تقلب یک عنوان دروغ بود که به کار گرفته شد تا جامعه دچار آسیب بشه و تا جامعه دچار سختی بشه. من بار دیگر به پیشگاه رهبر انقلاب که کشور را از این خطر نجات دادن درود میفرستم، تقدیر میکنم از ایشان. من توی زندان این نکته را بگم، واقعا یک دچار تناقض شده بودم. تناقضم از این جهت بود که احساس میکردم که کشور به امنیت احتیاج داره. من هم اگر جای کسانی بودم که کشور رو میخواستن اداره کنن و جامعه رو دعوت کرده بودم به یه سری آشوب هایی که نمیدونستم این آشوب ها به کجا میرسه و چه میکنه و چه اتفاقاتی میفته، خب قطعا میبایست توی این آشوب آدم های تاثیرگذار دستگیر بشن که خب اونهایی که بودن جز اونها عمدتا جز همین تاثیرگذارها بودن. از یک طرف هم احساس میکردم شخص خودم که من راهپیمایی یا اتفاقاتی که انجام شده اتفاقاتی بوده که قصد آشوب توی اون توی ذهن خودم لااقل وجود نداشته. و نهایت حرف من و آخرین صحبت هم اینه که ما 13 میلیون هم رای دهندگانی داشتیم که به آقای موسوی رای دادن. اینها هم جز کسانی بودن که افتخار 40 میلیون رای رو آفریدن. اینها هم نباید فراموش کنیم. این هم جز کسانی بودن که افتخار 40 میلیون رای رو آفریدن. ما باید یه فضایی درست کنیم که از الان بتوانیم در درون جامعهمون یک نوع روشی رو پیدا بکنیم که بتوانیم همه اینها رو هم جذب و جلب کنیم دوباره تا انشالله با همدیگه بتونیم ایران رو بسازیم، ایرانی که مال همه ماست، ایرانی که حفظش از اوجب واجباته. و من از اینکه دادگاه محترم این وقت رو به من داده که در اینجا این دیدگاهامو با شجاعت مطرح بکنم تشکر میکنم و از همه دوستانی که صحبت من رو شنیدن
تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.